برام خدا. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به شهر ورزش. امروز مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر هم برگزار شد به صورت زنده، شما دیدید از طریق شبکه طلوع و دو گروه رقابت‌های لیگ برتر افغانستان مشخص شد و انشالله بازی‌های جذابی را ببینیم. رقابت‌هایی که از سوم میزان آغاز خواهد شد، همچنان با ما باشید با برنامه‌های ورزشی مختلفی که آغاز کردیم و رقابت‌های لیگ برتر آغاز این برنامه‌های ورزشی بود. در ادامه انشاءالله شب نبرد و دیگر رویدادهای ورزشی هم از طریق طلوع تقدیم شما خواهد شد. شهر ورزش را می‌بینید، با ما باشید با دیدن یک بسته تصویری و استقبال یکی از ورزشکاران خوب افغانستان خواهیم رفت. ورزشکاری که در شب نبرد از ورزشکاران بنام و صاحب نام هست و خیلی شما دوستش دارید. با هم ببینیم قسمت را. جدید والتر ویت اس ال اف سی واحد الله نجات. واحد الله نجات مهمان ما هست از قهرمانان شب نبرد، صاحب کمربند والتر ویت. خوش آمدید. سلامت باشی قیصری صاحب، سلام بر شما و تمام بیننده های عزیز که ما را تماشا میکنند. این فعالیت ها به چه صورت هست؟ قسمی که دیگه تمام هموطن های مشاهد هستند، قیصری صاحب آمادگی زیاد گرفته بودیم به خاطر این مسابقه، تمرینات خود زیاد به پیش بردیم، پیش ترینر های خود استاد نجیب الله سلطانی، فریدون، استاد رحمان و خلیفه زای، پیش خوبترین ترینر ها تمرینات خود را پیش بردیم که بدبختانه ویروس کرونا آمد، مسابقه ما به تعویق افتاد، دیگه مسابقه نشد دیگه. یعنی خب آمادگی چگونه است شرایط در حال حاضر؟ چون هفته گذشته امان الله نورستانی آمد و گفت که تاریخ 3 اکتبر فصل 11 برگزار میشه و تاریخ برگزاری مسابقه هم یا مسابقات هم قطعی شده. خود رئیس کاکایل برای ما مسیج مانده بود که مسابقه 3 اکتبر بخیر برگزار میشه. ما تمرینات خود را پیش میبریم، پیش ترینرهای خود دیگه از هر لحاظ آمادگی میگیریم به این مسابقه. هفته که گذشت یک تجمع اعتراضی داشتید، شما هم یکی از اعضای این تجمع اعتراضی بودید. خیلی. تجمع اعتراضی مدال مساوی هست با کشالو. چرا؟ قیصری صاحب در این 4 مسابقاتی که ما اشتراک کردیم، رفتیم با هر کشور مسابقه کردیم، تنها یک کشور حضور نداشته، بلکه 15 کشور 16 کشور در این مسابقه حضور داشته. اگر رفتیم مدال طلا را از آن خود کردیم، با بهترین فایتران مسابقه کردیم دیگه. از طرف خود تربیت بدنی ما به این مسابقه رفتیم، از طرف تیم ملی کیک بوکسینگ ما اینجا سفر خرچه ما کشیده شد. چیزی کم در هر سفری که میریم خامو معمولی شمو 3000-4000 دلار مصرف میشه که ما میریم به اون مسابقه سفر میکنیم و مدال میگیریم. پس میایم اینجا همون مدال ما با یک گلی که 50 را پرزش نداره در طریق تربیت بدنی در گردن ما انداخته میشه. این دیگه اونمو خلاص، اونمو کل چیزی شد. سفر خرجی تانو که میدن؟ اصلا سفر خرج ما هست، همون سفر خرجی که مثال رفتیم به سفر 50% خود تربیت بدنی میده، 50% خودم میتم که هر مسابقه را که ما خودم اشتراک کردیم 500-600 دلار از جیب خودم به مصرف رساندیم. مدال هم که گرفتیم اینجا آمدیم از طرف تربیت بدنی با یک گل لگردن ما انداخته شده، او هم نمایشی یک عکس ما گرفته شده. پس خلاص مدال های ما هیچ ارزش نداره، وقتی که ارزش نداره خیچور همون سفر خرچی را که برای ما تربیت بدنی میتن. با فدراسیون صحبت کردیم؟ با فدراسیون چی میگه؟ خب فدراسیون اگه پیسه رو کشیده باشه شاید همو پیسه چی ره؟ سفر خرچی ره که مثلا ما نگرفتیم؟ سفر خرچ نگرفتیم، در هیچ مسابقه که رفتیم ما سفر خرچ خود نگرفتیم، فقط هم تکت ما را تربیت بدنی گرفته، مصارفش را جور کرده و از طریف
از طریق خود تربیت بدنی بوده و سفر خرچایی را که ما رفتیم در هر سفری که رفتیم ما جیب خود دادیم. دستگیر پنجشیری رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان دیگه اگه کشیده باشه یا نکشیده باشه ما مدال خود گرفتیم، فایت خود کردیم، پیسه خود به مصرف رساندیم، مو عرق خود ریختاندیم، خون خود ریختاندیم، آوردیم اینجا مدال. از طرف المپیک گفتم که به مصرف ما را $3,000 شاید داده باشه یا مصرف کرده باشه که امو تکتو یگان تاو بالایش، مگر مرزش مدال ما چی فایده؟ مدال رقم 4 دونه رقم مدال گرفتیم. اصلا در تربیت بدنی هر باری که ما را میگه ما به مدال آورای خدمت کردیم، این کار را میکنیم، این کار را میکنیم، این سال چهارم است که ما مدال را آوردیم. همین حالا باور میکنی زنگ زدیش اما ارزش از او چی فایده امور که ما کردیم؟ اصلا برای ما فایده نداشت. اما رفتیم خواه میخواید اگه امی که ما رفتیم در یک سفر تا ایران و تا لبنان و تا دبی ایجا امی دیگه به ما خوبیش است که ما همه رفتیم و آمدیم یک چکر ما شد. این خوب برای ما کدام فایده نداره. حداقل امو ارزش معنوی ما را باید بوده. حداقل امو یک تشویق از طرف المپیک شایم. اصلا نه یک تشویق از نه یک همکوری است. بجای این تجمع اعتراضی، البته نظر شخصی من هست، شاید من اشتباه میکنم، ولی به نظرم میشد که میرفتید مستقیما همراه تربیت بدنی صحبت میکردید. مستقیم ما وقتی که مدالا را ما آوردیم گفت که خیلی کوتاه امی مسابقاتی را که شما دادین این مدالایتان حتما یک چیز داره، امی ارزش مادی هم داره که برای شما داده میشه. این سال چهارم است که از طرف المپیک ما نه کدام دعوتی شدیم، نه کدام کس برای ما زنگ زد، نه از طرف خود فدراسیون ما که رئیس دستگیر پنجشیری ما را تلبیس. حتی مصریه که مربوط ما میشه مصریه ما را ما نگرفتیم. حالا ما چی باشه از اینکه ما برم از اون مدال حق خود بگیریم؟ و این در شرایطی است که تمام عمر شما صرف ورزش شد، هیچ مصروفیت دیگه هم ندارید. مدالای ما بی ارزش قرار در خانه افتیده، هیچ اصلا یک توجهی برای ورزشکارای مدال آور صورت نگرفته. ولی هم مدال مسابقه و مدالی را که ما از پاکستان آوردیم هم ارزشش خوب باید باشه. حداقل هم یک تشویق فهمیدیم معنوی هستم از طرف تربیت بدنی. با مادیش موافق هستم آقای دیگه هیچ صورت نگرفته دیگه آقای نژند، حتما باید ورزشکارای امو یک اعتراضی که ما در وجود ما داشتیم توسط اون کچولو فروشی خواستیم که به هموطنهای ما نشان بدیم. این همی خوبتر شد که دوستای دیگه فهمیدن، کل هموطنهای ما خبر شدن که این یک مسئله گپی هست که با ما توجه صورت نگرفت. یک نکته را باید یادآوری کنم که دوستان و عزیزان و هموطنانی که برصورت مصروف چنین وظیفه هستند و کراچی کچالو دارند فوق العاده قابل احترام و با ارزش هستند. این نکته را نباید فراموش کنیم و جایگاه خاص خود دارند. تشکر از شما مدلا نشان برای شما 3 اکتبر آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارستیم که یک مسابقه جذاب و یک مبارزه تماشایی را ببینیم. همه منتظر هستند. تقریبا این انتظار یک ساله شد. انشالله میشه. سپاس. همچنان با ما باشید بینندگان عزیز بعد از یک وقفه. خوش آمدید. شهر ورزش شبکه جهانی طلوع همچنان با شما هستیم. آقای حمیدالله کبیر معاون فنی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان با ما هستند. در رابطه با فعالیت‌ها و بر صورت اتفاقات ورزش افغانستان همراهشون صحبت خواهیم کرد. آقای کبیر سلام بر شما، خوش آمدید. سلام، وقت بخیر خدمت شما و بیننده‌های عزیز. سلامت شما باشید. سلامت باشید. فعالیت‌های ورزش افغانستان مجدداً آغاز شد در تفاهمی که شما با وزارت صحت داشتید. پروتکل به چه صورت هست و سیستم برگزاری مسابقات ورزشی یا فعالیت‌های ورزشی؟ خب شما می‌دانید که فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی حسب فیصله کمیته اصرار که در رأس جلالت مآب معاون صاحب دوم قرار دارند معطل قرار داده شده بود که بعد از برچیده شدن وضعیت قرنطینه و کم شدن حالت کرونا دوباره به این فعالیت ها اجازه آغاز داده شد که در متنی که از دفتر معاون صاحب دوم به اداره رسیده بود مشوره وزارت محترم صحت عامه را الزامی دانسته بودند که بعدا موضوع را ما همراه وزارت محترم صحت عامه شریک ساختیم که اونا هم اجازه فعالیت دادند. اما با در نظر گرفتن تدابیر صحی و یک سلسله موضوعاتی که کتبا بر ما ارسال کردند که او را با فدراسیون ها و بخش های مختلفه ورزشی که فعالیت دارن ما شریک ساختیم. شما یک دیدگاهی را آماده کردید در رابطه با ورزش افغانستان و حرکت ورزش افغانستان و جایگاه ورزش افغانستان در چند سال آینده. میتونید بیشتر توضیح بدید؟ طوری که شما هم میدانین در چند سال گذشته دیدگاه واضح به خاطر آینده ورزش افغانستان، به خاطر آینده
ورزشکار، مربی، پیشکسوت و همه کسایی که در ورزش دخیل می باشند متاسفانه وجود نداشته. بله. ما یک دیدگاه واضح را در این راستا ترسیم کردیم. در نخست حوزه فعالیت ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مشخص ساختیم که در بخش‌های ورزش‌های تربیتی، ورزش‌های همگانی، ورزش‌های قهرمانی، ورزش‌های حرفه‌ای و ورزش‌های ملی و عنعنوی ما فعالیت‌های خود را می‌داشته باشیم که برای تمامی این حوزه‌ها بحث‌های کاری مشخص شده. اگر دوستان ما اسلاید تغییر بدن، در بحث ورزش‌های تربیتی حوزه کار ما بیشتر از با کودکستان‌ها، حوزه معرف و حوزه پانتوناس که چطور ما بتانیم در این راستا کارها و برنامه‌های خود داشته باشیم. در حوزه بعدی در بحث ورزش‌های همگانی است، چون مسئولیت سلامت تمام جامعه افغانستان به دوش ماست، در بحث مراکز شهرها، نواحی، ولسوالی‌ها و قریه‌جات برنامه‌های مشخص خود ما ارائه کردیم و وزارتخانه‌ها و اداراتی که میتونه در این راستا با ما همکار باشه او را هم واضح ساختیم که انشالله سر این دیدگاه یعنی از طرف اداره نهایی شده. در بحث ورزش‌های قهرمانی 15 عنوان گنجانیده شده که این 15 عنوان از پایین‌ترین سطح که ما چطور در ساختار فدراسیون‌ها اصلاحات بیاریم آمده تا آخرین سطح که ما چی سهولت ها را چی خدمات را بتانیم از آدرس اداره ورزش و در هماهنگی با دیگر وزارتخانه ها برای ورزشکارای عزیز، برای مدال‌آورای عزیز و دیگر بخش ها ارائه بکنیم. در بحث ورزش های ملی و عنعنوی ما در نخست باید بررسی و تعریف مشخص از ورزش های ملی و عنعنوی داشته باشیم. ورزش های ملی و عنعنوی یک تعریف مشخص داره، یک جایگاه مشخص باید داشته باشه، حداقل باید در تاریخ و عنعنات و فرهنگ سابقه ما یک ریشه داشته باشه. و در قدم نخست بعد از اینکه یا تعریف شد که ما ببینیم چند ورزش ملی و عنعنوی داریم. طوری که می‌دانید ورزش های حرفه‌ای یعنی از در دنیای امروزی یک از پردرآمدترین اوزای ورزش میباشه. زیر مجموعه کار شما میه؟ زیر مجموعه فعالیت های شما؟ فعلا از وزارت محترم صنعت و تجارت جواز میگیرن، اما در این راستا ما ساخت طرز العمل در راستای چگونگی فعالیت ها و برگزاری مسابقاتشون در مطابقت با قانون ورزش و معیارهای بین المللی را آوردیم که در این راستا قرار نیست که تمامی ورزشکارا برن در سطح حرفه‌ای. خب ورزشکار باید یک سلسله بحث‌های آماتور خود پیش ببره، بدانه که واقعا میتونه در همچین رویدادهای اشتراک بکنه، چون ورزش های حرفه‌ای اگر ورزش ها آماتور نباشه میتونه سلامت جسم از او را بسیار آسیب برسانه. آقای کبیر، این هفته یک تجمع اعتراضی داشتن تعدادی از ورزشکاران افغانستان. عنوان اعتراض همین بود که مدال مساوی است با کچالو. میتونیم در ابتدا دعوتنامه رو ببینیم. قرار است روز یکشنبه 23 سنبله ساعت 9 الی 11 صبح جنبش قهرمانان و مدال آوران ورزش افغانستان در یک گرد همایی مسالمت آمیز گرد همایی رشتبان نوشتن تحت هشتگ مدال مساوی با کچالو برگزار شد. این تعدادی از دوستان ما هستند که و تعدادی از ورزشکاران هستند که اعتراض کردند. آقای رئیس جمهور به خواست قهرمانان ورزش توجه کنید. شما چه نظری دارید؟ ببینید اول بحث اعتراض دوستان و ورزشکارای ما، بحث اعتراض یک تعداد انگوش شمار ورزشکارای مدال آور ماست. از تصاویری که دیده میشه من فکر میکنم یک 3-4 نفری ورزشکارای مدال آور میشناسم و مدال دارن. بحث دومشان این یک بسیار یک اقدام فوق العاده احساساتی، فوق العاده ناحساب شده و ای که یک ورزشکار میایه یک مدالی که با یک عالمه رنج مشکل و چی و با حمایتی که دولت از او میکند، تمامی جامعه افغانستان در او ارزش معنویش دخیل است، میایه او را مساوی با یک کچالو قرار میده، یعنی توهین میکنه به تمامی مدال آورای دیگه که طرف دیگه قضیه هستند. ما در افغانستان حداقل بالاتر از هزاران مدال آور داریم که به مدال خود و به افتخار خود همیشه افتخار میکنه. یک بحثی است. شما ببینین آقای خالد هوتک از در مسابقات المپیک آسیایی مدال کسب کردن، با هزینه دولت، با حمایت دولت در این مسابقات اشتراک کردن و بعد از برگشتشون از مسابقه جلاد ماب رئیس جمهور ایشان را به حضور پذیرفتن، یک مبلغ قابل ملاحظه را برایشان وجه نقدی تقدیم کردن. اگر واقعا اون مدالشان ارزش برابر به کچالو بود، خب پس این کارا چی شده؟ اما بس دغدغه ورزشکارای مایی است که گویا انتظار دارن که هر ورزشکار ما که مدال کسب میکنه مادام العمر
دولت امتیازات برش بده، دولت امکانات را در اختیارش بگذاره که در او راستا ما مقرری مشخص را تقریبا از حدود یک سال به این طرف سرش کار کرده روان استیم. تمامی مدال ها تفکیک شده. یک نکته در بین گپ های شما هست، هم امروز هم در برنامه های قبلی و همین که ما و شما با هم بر صورت صحبت کردیم بیرون از برنامه، شما در این تمام گفتگوهایی که من با شما داشتم فقط برای ما گفتید که تحت کار است، تحت کار است. چه وقت به پایان خواهد رسید آقای کبیر؟ دقیق. چه وقت نتیجه میده؟ ما اگر شما به یاد داشته باشین، فکر میکنم آخرای سال 97 بود، امرای رهنورد سه یک برنامه داشتم در شهر ورزش، بس تفکیک مدال ها را یادآور شدن، گفتیم در این راستا ما کار شروع میکنیم. خوشبختانه اون مقرره آماده شده، تمامی مدال ها تفکیک بندی شده، مدال المپیک جهانی جایگاهش کجاست و یک مدالی که در یک مسابقات دوستانه بین دو کشور برگزار میشه جایگاه از او کجاست. این مقرره به وزارت محترم عدلیه ارسال شده، نظر خود او دادن و به خاطر موضوعات مالیش امیال در وزارت محترم و مالیه تحت کار است و بعد از موافقه وزارت مالیه و تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این مقرره مرور اجرا میشه. شما بهتر میدانین کارهای اداری کارهای یک روزه و یک شبه نیست. اکثر کارها مثل مقرره، مثل قانون و مثل برنامه‌ای که پیشتر ما گفتیم زمان میگیره تا اینکه بتانیم ما تطبیقش بکنیم. سپاس از شما آقای حمیدالله کبیر. سفر هم داشتید، تشکر از اینکه آمدید با شما صحبت کردیم، هم در رابطه با دیدگاه ورزش افغانستان و هم در رابطه با موضوع مدال‌ها. در رابطه با موضوع مدال‌ها خیلی میتونیم صحبت کنیم، وقت ما خیلی محدود هست. شما یک روز در برنامه و مناظره‌ای که با آقای میرویس بهاوی داشتید گفتید که یک لیست از تعدادی از کسانی که باید به سفر ترکمنستان نمی رفتن، اشخاصی که باید به سفر ترکمنستان نمی رفتن ولی رفتن را ما به شما ارائه می کنم. چرا ارائه نکردید؟ قبلا هم برای شما گفتم و حالا هم میگم، اگر قبل از اینکه برنامه می اومدم یا دیروز امروز به من میگفتین که لیستم نیاز است، هفته بعد ما برای شما هفته بعد حتما لیست نشر می کنیم که چه کسایی نباید ترکمنستان می رفتن. آقای باوی، شما هم اینجا اومدید موضوعاتی رو مطرح کردید و موضوعات خیلی جدی و اساسی ورزش افغانستان رو مطرح کردید، باید ادامه میدادید. نمیفهمم چرا ادامه ندادید. آقای یورش هم آمد، آقای یورش که علنا تهدید کرد که اگر این کارو کنیم آن کارو میکنم. نه آقای بهاوی این کارو کرد، نه آقای یورش آن کارو کرد. به هر صورت ارتباط اسکایپی داریم با آقای محمود حیدری از قهرمانان رشته تکواندو که این اعتراض را رهبری کردند و صحبت میکنیم که دلایل این اعتراض چه بوده. آقای حیدری سلام، وقت بخیر. سلام آقای قیصری، وقت شما بخیر و وقت شما بینندگان شما بخیر باشه. حرکت اعتراض‌آمیز را که ما برانداختی در ارتباط با جایگاه ورزش مدال‌های ورزشکارا بوده، ما که آقای کبیر را شنیدم در رابطه با این حرکت، ما البته ما باید درشان بگویم که لطفاً با ورزشکارای افغانستان توهین نکنید. جمعی که در اینجا حضور دارند اکثریتش قهرمانان و مدال‌آورا هستند، تعداد انگ شمار نیستم، بلکه اگر با نام و چهره شما آشنا نیستید میشه که باز بعدا ما بر شما معرفی بگیرم چون وقت برنامه کم است. کوچکترین مدال از این ورزشکارا از وزن بدن شما کرده بالاتر از ارزشش. یک موضوع. موضوع دومی که شما گفته مقرره ترتیب شده در رابطه با بودجه که برای مدالیست‌ها داده شود، در قانون ورزش افغانستان هم که ترتیب و تنظیم شده اما تصویب نشده، منتظر منظوری هستید. سوال ما این است که شما قبل از اینکه مقرره تصویب شود منظور شود، چطور برای سایر ورزشکارا و بخصوص مدالیست‌های المپیکی شما امتیاز میدید؟ این از طرف کی منظور شده است؟ در قانون اگر که قانون ورزش هنوز در پارلمان تصویب نشده و شما منتظر از این هستید که تصویب شود، و شما برای ما بگویید که امی شما برای مدال جهانی آسیایی همیشه مشخص کنید اون طرز عملی که جداگانه شما ترتیب کردین چقدر برای ما تعیین کردین؟ برای مدال جهانی چند افغانی ماهوار میدید؟ چی معیار را در نظر گرفتین؟ مشخصا بر همگی توضیح بدید و حرکتی را که ما داشتیم یک واقعیت ورزش افغانستان است، توقیف نیست. زمان توقیف میشه که شما به این مدال ها ارزش قائل نشین، برای مدالیست هایش ارزش قائل نشین. ما یک بود افتخار و بود معنویت از این را در نظر داریم که یک ورزشکار پر افتخار است، باعث سربلندی افغانستان است، اما واقعیت قضیهش که یک طبقه غریب است، مشکلات خود داره. من از آقای کبیر بپرسم که چند افغانی برای مدالیست‌های جهانی و آسیایی و غیره مشخص کرده و چطور بدون اینکه منظور شود این مقرره و قانون ورزش افغانستان
پاکستان و سایر مدارس های دیگر اینا بودجه ماهوار و ماش مادامونه را تعیین کردن و چندین سال به این طرف اینا بر از اونا ماش میدن. ما 12 سال از مدال جهانی گرفتیم. در این که شما مدال های جهانی گرفتید جای هیچ شکی نیست، ولی من فکر میکنم ورزشکاری مثل محمود حیدری با توجه به افتخارات و مدال‌هایی که داشته به نظرم نیاز نبود در چنین اعتراضی شرکت کنه. میشنوید؟ و این نظر شخصی من هست و به نظرم بهتری میبود که چنین اعتراضی را برپا نمی‌کردید به هر صورت. و اینکه آیا شما رفتید این موضوعات را از نزدیک با مسئولین تربیت بدنی افغانستان در میان گذاشتید و به شما پاسخ دادن، پاسخ نگرفتید، در ادامه این اعتراض را برگزار کردید یا نه مستقیما این اعتراض را برگزار کردید؟ چگونه بود؟ من تقریبا دو نیم سال قبل از امروز یک ملاقات با آقای رحیمی داشتم با درخواست خودشان در دفترشان و بعد موضوعات در جریان قرار گذاشتم و مشکلاتی که ورزشکارا دارن و پیشنهادات داشتم. در این دو نیم سال هیچ نوع رسیدگی از جانب از اینا ندیدم، برعکس در دوره ریاست از اینا رکود ورزشی را و همچنان مشکلاتی که از ورزشکاران و چالش‌هایی که با وجود آمد بیشتر شد. با اون دلیل ما خواستیم که اعتراضات خود را رسانه‌ای بسازیم، مردمی بسازیم تا جلب توجه افکار عامه و همچنان دولت بکنند، چون مسئولین ورزش افغانستان صدای ما را میشنوند اما رسیدگی نمیکنند. مهم نیست آقای کبیر اینجا تشریف دارد، دوست شخصی ما هست، مهم نیست که ما به شما مراجعه کنیم یا مراجعه نکنیم، مهم است که شما پیشنهاد و پیام از طریق مختلف دریافت میکنیم، چی عمل، چی عکس العمل، چی تدابیر برای از او گرفته، این بسیار مهم است، عمل و نتیجه مهم است. ما نزدیک باشه ما ببینیم یا نبینیم مهم نیست برای ما. جدیدن مد شده که در ابتدای آخر هر صحبت گفته بشه که دوستی شخصی ما و شما به کنار، اما این هم خیلی جالب هست. چی میخواین؟ همین هدفتان چی است؟ در نهایت میخواین به کجا برسین؟ تا کجا ادامه میدین؟ هدف ما عدالت، برابری و مشخص ساختن جایگاه و ارزش مدال ورزشکارا در اداره ورزش و دور ساختن افراد و اشخاص غیر مسلکی، بیکاره، بی برنامه در اداره ورزش. شما چندی قبل تندیسی را برای آقای رحیمی یک تعداد فدراسیون‌ها دادن و آقای کبیر هم اینجا زور دارن. تندیسی عنوان داشت که مرد صادق و وطن دوست و کسی که در امور ورزش تحولات بنیادی آورده. شما بگوید که پاسخ بدن آیا رؤسای قبلی تربیت بدنی خائن بودن؟ یک، یا چه تحول و چه تغییرات را در ورزش افغانستان که بنیادی اشاره کردن در این 4 سال چه تغییرات را آوردن؟ برای ما بگویید که ما متوجه شدیم، چون ما هیچ تحول را در ورزش افغانستان در مدیریت ریاست آقای رحیمی ندیدیم. انشالله رحمت که در آینده ورزشکارای دیگر هم به ما میپیوندن و هدف ما هدف عادی است که برای تغییرات بنیادی در ورزش افغانستان کار میکنیم و هیچ گونه خصومت شخصی با هیچ کسی نداریم، بخاطر اینکه بتانه در ورزش افغانستان جایگاه ورزشکار و ارزش مدالها و همچنان امتیازاتشان را واقعی بسازیم و ثابت بسازیم. تشکر محمود حیدری عزیز از قهرمانان تکواندو. سلامت باشید. نایب قهرمان تکواندو جهان هستند آقای حیدری. خیلی فکر میکنم زمان زیادی نیاز دارید که پاسخگو باشید، ولی 30 ثانیه. به جواب تمامی پرسش هایی که حیدری صاحب داشتن، بس مقرر ما آماده است. در این مقرره تمامی موضوعاتی که اونا دغدغه دارن در نظر گرفته شده. بس آینده ورزشکار در طرحی که قبلا دغدغه هایشون چقدر قابل قبول هست برای شما؟ برای ما تمامی دغدغه های ورزشکار افغانستان قابل قبول است. ورزشکاری که مدال میاره تا از یک مسابقه بین المللی، چون ما عملا ورزشکار بودیم میدانم که چقدر به خاطر از او تلاش میکنه و تمام دغدغه هایشون برای ما قابل قبول است و ما تلاش میکنیم. هدف ما این است که ما بتانیم خدمات، تسهیلات و یک آینده روشن را برای ورزشکار افغانستان و برای ورزش افغانستان مجسم بسازیم. و در بحثی که فکر میکنم بیشتر اشارهشون سر آقای رولای نیکبا بود که چرا اونا معاش و امتیازات مادام العمر دارن، در طول تاریخ ورزش افغانستان ما تا حال یک مدال آور المپیک داریم که آقای نیکبا میباشه و اونا بر حسب حکم مقام عالی ریاست جمهوری معاش مادام العمر و امتیاز مادام العمر برشان در نظر گرفته شده که برشان اجرا میشه.
تشکر آقای حمیدالله کبیر، معاون فنی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان. برای شما سفر خوش آرزو میکنم. تشکر از اینکه آمدید. این بحث در هفته بعدی ادامه خواهیم داد، بحث مدال های بین المللی و جهانی ورزش افغانستان. فکر میکنم جای بحث داره و در رابطه با این موضوع حتما در هفته های بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. شاید نشست دو طرفه بین شما و محمود حیدری و سایر ورزشکاران این مشکل را هم حل کنه. هر صورت در هفته بعدی پیگیری خواهیم کرد. با ما باشید. شهر ورزش فخفا. خوش آمدید به ادامه برنامه. شما بیننده شهر ورزش هستید. تا چندی دیگر، چند روز آینده، شما شاهد رقابت‌های فصل نهم لیگ برتر افغانستان هستید. مسابقاتی که با میزبانی کابل برگزار خواهد شد. سرمربی پر افتخارترین تیم رقابت‌های لیگ برتر افغانستان اینجا با ما هستند، آقای الیاس احمد منچر، در رابطه با لیگ برتر افغانستان، در رابطه با آمادگی‌های شاهین آسمای امروشان صحبت خواهیم کرد. شاهینی که در دو فصل قبلی رقابت‌های لیگ برتر در بازی پایانی با طوفان حریرود نماینده زون غرب بازی‌ها را واگذار کرد و نایب قهرمان شد. آقای الیاس احمد منچر فصل گذشته هم سرمربی شاهین آسمایی بود و تجربه ملی هم داره، در رده‌های ملی هم مربیگری کردند، در رقابت‌های لیگ برتر هم در تیم‌های مختلف آقای منچر مربیگری کردند. خوش آمدید به برنامه. خوش باشین. سلام قیصری، سر خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون طلوع در خدمت هستیم. شما سلامت باشید. چگونه است تمرینات آمادگی‌ها برای فصل نهم؟ شاهین آسمایی بدون شک و بی تردید امسال هم یکی از مدعیان رقابت‌های لیگ برتر هست، ولی تا کجا پیش خواهید رفت؟ خوشبختانه که همین لیگ برتر ما دور نهمش شروع میشه، این جای افتخار است برای تمام علاقمندان خصوصا ورزش و فوتبال. یک مشکلی که در قسمت تیمی که حالا شما پرسان کردین داریم که همین ویروس کرونا بود که مدت 7-8 ماه بازیکنان نمیتونست تیمی تمرین کنن، انفرادی میکردن و همه مشکلات ها در تمام دنیای بود. خب منتها افغانستان یک ذره مشکلش زیادتر و فعلا هم مدت 20 روز میشه که ما تمرین متداوم داریم، آمادگی به لیگ داریم. بخیر انشالله کوشش میکنیم که باز خدا به سیم فاینال برسانیم، دعای قهرمانی کنیم که باید قهرمانی ایدار ما شاییم. بخیر. بسیار خوب. شرط دیگر تیم ها رو چگونه میبینید؟ به نسبت دیگر تیم های حاضر در لیگ برتر افغانستان به نظر امسال هم شرایط طوفان حریرود شرایط بهتری هست، با توجه به اینکه در هرات مسابقات جام قهرمانان برگزار شد و بر صورت تیم‌های فوتبال هرات برای رقابت‌های لیگ برتر این ولایت هم آمادگی می‌گرفتند. تیم طوفان حریرود، البته فدراسیون فوتبال هرات توانسته که لیگ قهرمانان را بگیره بین کلاب‌های خود. سه بازیکن شاهین آسمایی البته اونجا بازی کردند در لیگ که خوشبختانه پس آمدند. حالا فعلا در شاهین دوجه قرارداد فردین روحید حسین علی زاده اینا پس آمدن دیگه، یک کمک اونا هم تمرین داشتن، هم مسابقات متداوم داشتن. در کابل نبود چون بسیار قیدات زیاد بود، اجازه تمرین نداشتیم. آقای منچر، کپتان تیمتان امسال کدام بازیکن است؟ کپتان تیم ما فردین حکیمی است. همانند سال گذشته؟ بله بله، فردین حکیمی. و یک نکته، چرا سال گذشته شاهین آسمایی در رقابت‌های لیگ برتر با قهرمانی مسابقات نرسید؟ شاهین هم تیم با تجربه هست، هم بازیکنان خوبی را در اختیار داره، بازیکنانی که اکثرا سابقه حضور در رده‌های مختلف تیم‌های ملی را دارند، اما دو سال میشه که این تیم مقابل طوفان حریرود نتیجه نمیگیره. شاهین آسمایی خب یک تیم معلوم است برای تمام افغانستان که همش از کابل هستند و بسیار زیاد تمرین متداوم داره، کلاب‌های بسیار قوی است که از بازیکنان انتخاب میشه، ولی بدبختانه بگویم که هیچ امکانات نبود، کار نبود، کمک شده به تیم شاهین آسمایی اسپانسر وجود نداشت و در قسمت بازیکنها تمام بازیکنها پارسال به تیم قابان اندوکش و دسپین غربادان اشتراک کرده رفته بودن و در شاهین آسمایی بسیار کم بازیکن بود. من توانستم که از هرات بازیکن بگیرم، از میوند اطلان بازی کنه بگیرم، رفت قادری رفت میوند اطلان. بله. سال نه رفت، نمیتونه، اجازه نداره.
شما برایش رضایت‌نامه ندادید؟ نه رضایت‌نامه ندادیم رئوف قادری. خب ولی استفاده هم نمی‌کنید از رئوف قادری؟ میکنم استفاده شده میگم بازیکن ما. رئوف قادری بازیکن شماست؟ بله بازیکن ما از رئوف قادری زکر خیل. ولی اونا خب ولی فکر می‌کنم یعنی که صحبت‌های این بود که رئوف قادری امسال در دبیوان اتلان بله. خب یک مسئله است که فدراسیون فوتبال برای ما اجازه داده که هر همین طوفان ایروت اگر بازیکن ما را میگیره باید موافقه ترنر باشه باید. اگر ما از اونا را میگیریم موافقه ما باشه چرا طوفان ایروت به ما ضرورت داشت یک بازیکن به نام خلیل خلیل احمدی که گفت استاد امیر اجازه میتین برام گفتم به شرط برای شما اجازه میتم روز طوفان روز شاهین در نیمکت شاهین نشینه رو مقابل من به او خاطر برتان اجازه میتونم چون خلیل ما از وقتی که در اونجا تربیت کردم آوردم کابل یعنی میلی... اگر شاهین طوفان برابر هم قرار گرفتن اجازه خلیل... ندارم بازی کنه مقابل شما بازی نمیکنه بله خود چون قرارداد ما باید همینطور باشه و زکرخیل و رئوف قادری چون بازیکنای ما هستن ما سر از اونها مصرف کردیم بسیار پول گزاف مصرف کردیم و فعلا هم مربوط ما هستن تو من اجازه بدم میتونم بازی کنه اجازه نه ولی امرای تیمتان تمرین نمیکنه نبودن دور هستن مسافر هستن خب میاد بله به او خاطر دیگه تیم شاهین آسمایی بسیار بازی های خوب کرد قیصری صاحب اگر کدیسپین غربازان کرد بردیمش بچه های کابل بود همش مقابلش همین بازیکن تیم ملی همش ملی پوش جوانان بود 19 سال 20 سال اون شاهده و عقابان هم همچنان و در ترکیب تیم شاهین آسمایی هم بچه‌ای رو کارده بودیم بسیار فوتبال خوب کردن با طوفان هریرود و طوفان هریرود هم بسیار یک تیم خوب است جوان است و ما خودم به ایراد بسیار سالها کار کردیم آقای قاری یوسف مندزاده دستیار ما بوده در سرخ پوشان که ما تیم قهرمان ساختیم و در تیم ملی زیر دستیار ما بوده قاری زاده صاحب و بازیکنهای تیم طوفان رود اکثریتش تربیت شده زیر دست خودم است و ما جای افتخار است برام که هر تیم قهرمان شوه و بازم یک افغان ماست برام افتخار است تیم طوفان رود شایستگی شد داشت شعار نه نمیتونم شعارگونه بود یعنی دوست دارم فقط دوست دارین که شاهین آسمایی قهرمان شوه نه تمام تیم‌ها چون من مربی تیم ملی هستم اصلا نمیتونم قبول کنم فعلا مربی شاهین آسمایی هستم فعلا و هیچ عنوان دوست ندارید هیچ تیم غیر از شاهین آسمایی قهرمان شد نه فعلا مسئولیتی که به من داده تیم شاهین آسمایی داده بس سری شاهین قهرمان شد وقتی که من را ببینین متوجه شوین شما اینا خواهمش میبینین وقتی که من در خط استادم میشم همه بازیکن‌ها به احترام پیش من یک دفعه هر تیمی که باشه ولی باید شما همراه با شاهین آسمایی نتیجه بگیرید و دوست دارید که با شاهین نتیجه بگیرید 100% مسئولیت دارم میجال مقابلشان درست است ولی قلم خامشون رو دوزاره ورزش کارا قبول نمیکنم به هیچ عنوان اجازه بدید قانه نشم سعید قیصری تشکر آقای لسامد منوچهر تشکر از اینکه مثل همیشه همکار ما بودید و آمدید و در برنامه حضور داشتید برنامه رنگین ساختید اگر صحبت دیگر است برای شما و تیم شما و تیم های حاضر در لیگ برتر افغانستان آرزوی موفقیت میکنم من میتونم بگم برام فرق نمیکنه ولی شما اصلا حق ندارید یعنی که من قانع نمیشم صبحم که بگید درست قیصری چیزی شما تشکر از الیاس احمد منوچهر سرمربی سابق تیم ملی 23 سال کمک مربی تیم ملی بزرگسالان و مربی تیم های مختلف در رقابت های لیگ برتر تشکر از این که آمدید سپاس از الیاس احمد منوچهر همچنان با ما باشید شهر ورزش وقفه خوش آمدید به بخش چهارم برنامه در این قسمت هم در رابطه با لیگ برتر افغانستان صحبت میکنیم سرمربی تیم قهرمان رقابت های لیگ برتر در فصل هشتم مهمان ما هستن به صورت تلفنی آقای یوسف مهندس‌زاده سلام بر شما آقای مهندس‌زاده سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب قیصری و همه همکاران شما شما سلامت باشید چگونه است تمرینات تمرینات طوفان هریرود شروع شده شکر خدا وضعیت تیم طوفان هریرود بسیار مطلوب تمرینات خوب انجام داده مسعود کننده همه ما امیدواریم در سه جلسه تمرین دیگه که تا عزم کابل میشیم به بهترین وضع ممکن برسیم دو تا بازی تدارکاتی خوب انجام دادیم اعداد تکتیکی که داشت می‌خواستیم رسیدیم بسیار مثبت بود زیادتر فدراسیون تمام بازیکن‌ها کار رسانی مثلا به دفاع از قهرمانی خود هستیم چه تغییراتی در تیم شما آمده آقای مهندس ساده نظر به هدایت خود فدراسیون افغانستان ما تغییرات زیاد نداشتیم فقط سه تغییری هم که دادیم فقط هر سه بازیکنی که تغییر دادیم فقط شدید مصدوم بودم و که دو بازیکن از شکستگی پا بود و یکی هم فراد عادل که مصدوم بود و وقتی که ما لست نهایی کردیم و آماده شد خونه تنسیم از استفاده کنیم احیق وحیل از تیم 16 سال افغانستان که تیم ملی 16 ساله و معروف محمدی دروازه‌بان تیم اتفاق هرات یک از پدیدهای بیچونه چرای حال روز فوتبال هرات دروازه‌بان سوم گرفتیم معروف محمدی
بله معروف محمدی ولی دروازه‌بان سوم. یعنی دو تا معروف محمدی امسال طوفان داره. بله امسال دو تا معروف محمدی داره طوفان. بسیار هم خوب. خیلی هم تعریف میکنن از دروازه‌بان اتفاق. حتما شاهد عملکردش در رقابت‌های لیگ برتر در سال‌های آینده خواهیم بود. دروازه‌بان اول شما که همچنان فیصل حمیدی هست، چی فکر می‌کنید در رابطه با لیگ برتر امسال و رقیبانی که دارید؟ حالا شما چون بیشتر تیمایی که در لیگ برتر افغانستان شرکت می‌کنن همه تیمای خوبی هم نشان دادم که تیمای قدرتمندی هم، ولی تمام تلاش ما و تیم طوفان ریزی است که ما از عنوان قهرمانی خود دفاع بکنیم. امیدوارم، من پارسال گفتم که تیم تا فینال انشالله خواهد رسید و امسال ما فکر ازی هستیم که فعلا نظر به شرایطی که داره میگیم تیم از گروه خود صعود بکنه، انشالله باز بعد که صعود کرد به دور دوم باز بزیاد چهارتیم بخیر اونجا باز گرد نزنیم که چیکار خواهد شد. ما امیدوارم جز تیم اول دوم باشیم و مصممیم به قهرمانی، انشالله به جای خوبی از خود بخواد جا خواهد داشتیم. ما مطمئن باشیم تیم طوفان همون تیم شرکت ساز خواهد بود و نتایج خوب خواهد گرفت. ضمن نتایج خوب ما فکر سه امتیاز همون شعار همیشگی ماست و هدف اصلی تیم همی است که ما سه امتیاز هر بازی کسب کنیم همون پله پله پیش بریم و مطمئن باشیم یکی از تیمای مدعی هستیم. بله عباسین سپی اگر ببره آقای مهندس صدا تیم شگفتی ساز هست نه طوفان هریرود. این یک نکته. چه اشخاصی در کادر فنی شما حضور دارند؟ من فکر کنم 8 تیمی که در لیگ برتر افغانستان هست همه میتونن شگفتی ساز باشن با بازیایی که هر سال میتونن با تکتیکا و تمرینات و تکتیکا و فیزیکایی که دارن میتونن تیمای خوب را ارائه کنم، میتونم هر مزی یک فوتبال بکنم که سال ندیده باشه و کادر فنی تیم اتفاق تغییرات خاصی ندارم. من فکر کنم آقای احداری در عنوان منیجر تیم یا رئیس تیم باشه، ما و آقای یارزاده با هم کنار هم دیگر هستیم و فردوس دیدار هم شاید مربی دروازه‌بان در کنار ما باشه. فردوس دیدار مربی دروازه‌بان فعلا همیت فیصله شده و طوری که خود فدراسیون احرات تصمیم گرفته فعلا علی یارزاده کمک ما و آقای ایرانی هم منیجر تیم و دیدار هم مربی دروازه‌بان هست. فردوس دیدار در عمر فوتبالی خودش یک دقیقه گلکیپری نکرده، چطور مربی دروازه‌بانان انتخاب شده؟ شرایطی هست که فردوس دار شما خود شما نه خب مربی دروازه‌بانان بیارین آقای مهندس ساده. مربی دروازه‌بانان بیارین، فردوس دیدار مربی دروازه‌بانان نیست. فعلا ما به خاطر که آقای دار هم لیسانس بی داره و میخوایم از تجربات از اون هم ما استفاده در کنار واسه خب بالاخره یک سمتی باید بود داده شه که بتونه تیم ما کمک کنه. ما فعلا و کمک مربی ما آقای یارزده رسمان به نیمکت به کنار ما خواهد بود. شما میفهمید شو هست که ما نتونیم از آقای دار به نیمکت استفاده، ولی از تجربات در پشت تیم استفاده خواهد کرده. شما سلامت باشید، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. زنده باشید، سلامت باشید. شما سلامت باشید، زنده باشید. آقای یوسف مهندس ساده سرمربی طوفان هریرود همچنان با ما باشید. بینندگان عزیز بعد از یک وقفه سلام تقدیم میکنم خدمت قیصری عزیز و تمام خواهندگان شهر ورزش. احسان ناشیرزاد هستم، منیجر تیم اسمی غریبازان. نظر به اداره مقام فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، مدت یک هفته شد تمرینات ما به شکل اساسی افشرده توسط کادر فنی این تیم جریان دارد. خوشبختانه اکثر بازیکنان ما جوان بوده و انشاءالله بازیکنانی که از لغمان و ننگرهار به ترکیب این تیم اضافه گردیدن قریب به ما یکجا شود و ما بتانیم که جام قهرمانی سال نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان را از آن خود بسازیم. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه، همچنان با شما هستیم. روز پنجشنبه رقابت‌های فصل نهم لیگ برتر افغانستان آغاز خواهد شد. ساعت 5 عصر این مسابقات با مراسم افتتاحیه رسما آغاز میشه و انشاءالله بازی‌های جذابی را ببینیم. بنیاد خیرخواه امسال در کنار لیگ برتر افغانستان هست. آقای محمد ضمیر زمانی نماینده بنیاد خیرخواه و شفاخانه خیرخواه با ما هستند. در رابطه با حضورشان در لیگ برتر صحبت می‌کنیم و اینکه قرار هست چه فعالیت‌هایی را انجام بدن. آقای زمانی خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب قیصری صاحب، همکاران تکنیکی و همه مردمانی که در داخل کشور و خارج کشور شهروندان ما هستند. امید است که صحت سلامت باشید. شما سلامت باشید. خوش آمدید. تشکر. امسال چگونه در کنار لیگ برتر خواهید بود؟ خب با توجه به اینکه پیام‌آوران سال هر سال که زحمت میکشن کار میکنن و بالاخره مبارزه میکنن و بالاخره میخواین که لبخندی را در لبان هموطنان ما جاری بسازه، باید که تجار ملی و شخصیت هایی که صاحب سرمایه و دارایی هستن باید حمایتشان بکنن.
بنابرامی بنیاد خیریه خیرخواه و شفاخانه خیرخواه یا خیرخواه میدیکل کمپلکس دو اراده موتر امبولانس برای مدت 15 روز کمی لیگ مسابقاتش تمام میشه در اختیار ورزشکاران ما قرار میتیم که خدای نخواسته اگر کدام آسیبی میبینن کمک های اولیه صحی را در اختیارشان قرار بده و اگر در صورتی که شدیداً خدای نخواسته متضرر مجروح شون و زخمی باشن و شفاخانه برسانن و بالاخره قابل تداوی باشن اونجا تداوی شون. خب بازیکنان رو بیمه میکنید در جریان مسابقات؟ خب در همین جریان خب بله در جریان مسابقات بازیکنان بیمه هم هستند و بودن دو اراده آمبولانس مسابقات را با شرایط استانداردتری برگزار میکنه و مسابقات با شرایط بهتری برگزار میشه. یقیناً بله. تشکر از اینکه آمدید. سلامت باشید. وقت ما خیلی محدود هست. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله شما رو در رقابت لیگ برتر افغانستان ببینیم. ان شاء الله. بخیر باشید. تشکر از آقای محمد زمیر زمانی نماینده بنیاد خیرخواه. همچنان با ما باشید بینندگان عزیز. این هفته در رقابت های لیگ برتر انگلیس مسابقاتی برگزار خواهد شد، اما هفته گذشته لیورپول به مصاف لیدز رفت. با هم لحظاتی از مسابقه لیورپول و لیدز که خیلی هم جذاب بود را تماشا کنیم. لیدزی که بعد از 16 سال به رقابت‌های لیگ برتر جزیره صعود کرد. با هم برنامه این هفته رقابت‌های هفته پیشروی رقابت‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا را مرور کنیم. یک شنبه رئال سوسیداد به مصاف رئال مادرید میره. رئال مادریدی که در هفته قبلی رقابت‌های لالیگا بازی نکرد. در لیگ برتر من یونایتد با کریستال پالاس بازی میکنه، آرسنال با وستام یونایتد. تو مسابقه که شنبه برگزار میشه، یک شنبه دیدار جذاب چلسی لیورپول برگزار خواهد شد و دوشنبه من سیتی به مصاف ولورهمپتون خواهد رفت. و در سری آ شنبه هلاس ورونا با آس روم دیدار میکنه، یک شنبه پارما به مصاف ناپولی میره، یوونتوس پذیرای سمطوریا هست، دوشنبه میلان بولونیا و چهارشنبه بنوونتو اینتر میلان لاتسیو آتالانتا. این رقابت سری های فوتبال ایتالیا هست. چهار نفر هم در رقابت لیگ برتر انگلستان مبتلا شدند به ویروس کرونا، اعلان نشد و مشخص نشد چه کسانی هستند، اما همچنان کرونا هست و همچنان نتایج مثبت داره در بین ورزشکاران در رشته های مختلف و به خصوص فوتبال. تشکر از اینکه با ما همراه بودید، برنامه شهر ورزش رو تماشا کردید. با ما باشید پنج شنبه با مراسم افتتاحیه رقابت های لیگ برتر افغانستان و اینکه ان شاء الله مسابقات جذابی را شاهد باشیم. با شهر ورزش هم با شما هستیم. شاید مدت زمان برنامه کمتر شوه و نیم ساعته با شما باشیم در جریان رقابت های لیگ برتر و اینکه امیدوار هستم برنامه های جذابی را از طریق طلوع ببینید و با برنامه های ورزشی مختلف با شما باشید. به اتفاق تمامی همکارانم تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما را خداوند بزرگ می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.